در این ویدیو قصد داریم به شاخص ارزش کل قفل شده یا Total Value Locked به پردازیم یکی از شاخصهای مهم در بررسی پروژه های دیفای. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر که هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب بکنید و اگر تازه به چنل ما آشنا شدید، دوران‌های مختلفی رو هم برای تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال قرار دادیم که میتونید ازشون استفاده بکنید و یادتون نره که لایک بکنید ویدیو همون رو و لینکش رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید، چرا که این تنها راه حمایتی شما از تیم تحلیلی ماست. سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما در این ویدیو قصد داریم در خصوص با یکی از شاخصهایی صحبت بکنیم که مربوط میشه به پروژه های دیفای و ببینیم که به چه صورت از این شاخص میتونیم استفاده بکنیم، چه وبسایت هایی در اختیار ماست و چه تعاریفی هم از این شاخص هست و خب یک سری معایبی رو هم داره که در ادامه بهش میپردازیم. همونجوری که میدونید قصد داریم در خصوص با شاخص ارزش کل قفل شده یا Total Value Locked صحبت بکنیم که به اختصار به TVL شناخته میشه، که اینجا هم دارید یک نمونهش رو ملاحظه میکنید که اینجا هم برامون نوشته که الان روی یک پروژه مشخص هستیم. خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوایم یک تعریف کلی داشته باشیم از این شاخص، یک تعریف کوتاه و کلی اگر بخوایم بگیم، به این صورت میشه که کل ارزش قفل شده یه دارایی‌ها توی یک پروتکل دیفای محسوب میشه و کاربرد و در واقع معیاری هم که داره به این صورتی که ارزش و اعتبار یک پروژه رو به ما نشون میده، یعنی اینکه چه مقدار سرمایه گذاران روی پروژه هایی که هستن. و اینجا هم ملاحظه میکنید که پروژه مختلفی رو نشون میده که بر حسب TVL حالا اینجا رنگ شده، یعنی رنگ بندی شده و خدمت شما عرض بکنم که طبقه بندی شده، به این معنی هستش که به نسبت سرمایه گذاری که توی پروژه شده حالا اینجا برامون لیست کرده و یک لیستی رو هم تهیه کرده. و حالا اینکه گفته میشه سرمایه توی اونها قفل شده، به این منظور هستش که سرمایه گذارا فقط توی زمانهایی که از قبل مشخص شده میتونن اقدام میکنن به برداشت در واقع سرمایه خودشون. و یک شاخصی رو هم داریم به اسم TVL ratio که نحوه محاسبش به این صورت هستش که مارکت کپ رو تقسیم میکنه به TVL مربوط به اون پروژه، که یک عددی رو در نهایت ما میده که اگر این نسبت بخواد کمتر از یک باشه نشون دهنده اشباع فروش هست و اگر که بزرگتر از یک باشه نشون دهنده اشباع خرید هستش. که بهتره که میگم از این شاخص زمانی که میخوایم حالا یک پروژه روش سرمایه گذاری بکنیم و تحقیق بکنیم، این شاخص رو حتما چک بکنیم. و یک سری از کاربردها و مثالهاش رو هم اگر بخوایم بگیم، همونجوری که میدونید یکی از علتهای قوی بودن و حالا مشهور بودن پنکیک سواب و یونی سواب بالا بودن همین TVLشون هستش، که در خصوص با پنکیک سواب و یونی سواب هم قاعدتا میدونی که مربوط به دیسنترالایز اکسچنج ها یا دکس ها هستن، طرفه غیر متمرکز، که توکن های مربوط به اونها هم یونی و کیک هستن، که خب قاعدتا پروژه های مشهوری هستن. و اگر که توی این حوزه حالا خدمت شما عرض بکنم که تو کمی مختلف رو دیده باشید، قطعا این دو رو شنیدید. و یک بحث دیگه هم که هست، حالا TVL برای صرافی غیر متمرکز با تأمین نقدینگی هم رابطه مستقیمی رو داره، یعنی اگه TVL در واقع اونجا بخواد بالا باشه نشون دهنده اینه که توکن هایی که سرمایه گذاران تو صرافی سرمایه گذاری کردن بیشتره. و خب این نشانه خوبی هستش برای اینکه ما بفهمیم چقدر اون صرافی نقدینگی داره و ما میتونیم روش در واقع حساب بکنیم. و همونجوری که ملاحظه میکنید این وبسایتی هستش که به اسم دیفای لاما هستش، که اینجا هم برامون گذاشته، ما میتونیم بیایم داخل این وبسایت پروژه مختلف رو، حالا اگر خودمون هم بخوایم سرچ بکنیم پروژه خاصی رو مد نظرمون باشه، اینجا برامون میاره توی چین های مختلف، لاک چین های مختلف میتونیم بررسی بکنیم و روی اوراکل های مختلف که حالا شاخص‌های بیشتری رو هم داره. و یکی از وبسایت‌های دیگه‌ای هم که ازش میتونیم استفاده بکنیم دیپ‌ردر هستش، که اینجا ملاحظه می‌کنید زمانی که داشتید برید توی این وبسایت از این بالا روی دیفای اگه بخواید بزنید براتون میاره، تقریبا یکی هستن، خیلی فرق نمی‌کنه که بخواید حالا با کدوم وبسایت استفاده بکنید، شاید یک مقدار اختلاف دیتا با هم دیگه داشته باشن، و اما یکی از همون وبسایت‌های معروف‌تری که هست همین دیفای لاما هستش. و اون خدمت شما عرض بکنم ایرادی هم که داشت به این صورت بود که حالا
منبعی هم که میخوام خدمتتون عرض بکنم مدیر ارشد اجرایی صرافی FTX بود، به حالا نقل از خود کوین تلگراف، که دوتا ایراد بود که میگفتش که حالا با استفاده از این دوتا معیاری که هست نمیشه گفت که این شاخص خیلی شاخص مهمی هست. با ایدراپ کردن معمولا برای پرداخت موقت میتونن از TVL استفاده بکنن، یعنی با ایدراپ کردن TVL اون شبکه یا حالا توکن میتونه بره بالا و حالا درآمد بیشتر توی یلد فارمینگ هم باعث میشه که ما افزایش TVL رو داشته باشیم. و یلد فارمینگ هم حالا مربوط میشه با در واقع قفل کردن کارنسی خودتون توی یک پروتکل میتونید پاداش دریافت بکنید. یک توضیح کلی هستش که میشه گفت تا حدودی شبیه به استیک کردن هست اما متفاوت هست، یعنی در واقع بهتره بگیم که لیکویدیتی ماینینگ هست یا همون استخراج نقدینگی، که خب میگم خیلی نمیخوایم در خصوص با این مباحث صحبت بکنیم که دور بکنه خدمت شما عرض بکنم که ما رو از همین بحث TVL، ولی خب دو تا موردی بود که حتما باید در نظر داشته باشیم. و حالا خودتون هم مجددا میتونید هر پروژه‌ای که مد نظرتون بود رو توی وبسایت‌های مختلف و این وبسایت‌هایی که معرفی کردیم چک بکنید و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه. اگر که دوست داشتید لایک بکنید و سابسکرایب هم فراموش نکنید. تا ویدیو بعدی و جلسات آینده، خدا نگهدار.